عرض سلام و خسته نباشید به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه من نیوایت هستم و به یه ویدیو جذاب و خفنه دیگه از کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید خب همونطور که شاید به گوشتون رسیده باشه یک حفره خیلی ریزی توی XUI به وجود اومده که خیلی خیلی مهمه و گفته شده که کسایی که میان روی حالت HTTP بخوام دیگه خیلی ساده بهتون بگم وارد پنل میشن روی پنلشون یک سری کانفیک ها میسازن عملیات تو این چیزها انجام میدن قابل ردیابی و راحت میشه فهمید که مثلا شما داری چیکار کار میکنی و جی اف راحت میتونه این رو ببینه شخص سوم راحت میتونه این رو ببینه پس اومدن چیکار کردن اومدن گفتن که آقا دیگه به هیچ وجه از HTTP نباید استفاده کنیم یعنی پنل رو نباید دیگه با HTTP باز کنیم و باید بیایم از SSH پورت فورواردینگ استفاده کنیم برای دسترسی به پنلمون خب حالا آی سنایی هم اومدن یه دونه آپدیت دادن روی پنل XUI شون و این رو البته اختیاری گذاشتن چون یک نظرسنجی توی کانال تلگرامشون قرار دادن حدود 32 درصد اومدن گفتن که آره این قابلیت رو بذار ما میخواییم ما بقیه هم گفتن که نه ما میخوایم روی همون HTTP باشیم و مهم نیست برامون این حفره و امنیته و بیخیال شدن و جناب سنایی هم اومده این قابلیت رو اختیاری داخل پنل گذاشته و ما هم توی این ویدیو میخوایم بهتون آموزش بدیم که چطور این قابلیت رو فعال و چطور غیر فعالش کنید قبل از اینکه بریم آموزش رو شروع کنیم من اسپانسر این ویدیو رو بهتون معرفی کنم دوستانی که نیاز به تهیه سرور ساعتی دارن و میخوان یه دونه سرور ساعتی خارج برای خودشون تهیه کنن میتونن از ربات تلگرامی ابر افرا استفاده کنند که میاد سرور ساعتی از دیتا سنترهای معروف دنیا به شما میده پرداختش ریالی هست تحویلش هم فوریه کافیه که وارد این ربات بشید لینک ربات توی دیسکریپشن ویدیو هست اینجا شروع رو که بزنید میتونید بیایید از این قسمت شارژ حساب حسابتون رو هر مقداری که دوست دارید ده هزار تومن بیس هزار تومن صد هزار تومن هر چقدر که دوست دارید شارژ کنید بعدش بیایید خرید سرور مجازی رو بزنید از دیتا سنترهای معروف مثل هتنر لینو دیجیتال اوشن و غیره بیایید برای خودتون سرور مجازی تهیه کنید اونم با پرداخت ساعتی یه بخش درآمدزایی داره که میتونید حالا دوستاتون رو دعوت کنید و بیایید سرور رایگان به خودتون میده میتونید استفاده کنید و اگر هر سوالی داشتید میتونید مستقیما با پشتیبانی 24 ساعته ای که دارن در ارتباط باشید هر سوالی دارید میتونید ازشون بپرسید و مشکلاتتون رو هم توی این زمینه برطرف کنید بعد از اینکه سرور خریدید میتونید از این قسمت سرویس ها و اینجا گزینه سرور بیاید اطلاعات سرور مثل پی یوزر و پسوردش رو دریافت کنید خب قبل از هر چیزی نیازه که من یه دونه پنل صنایی روی سرورم نصب کنم این کار رو سریعا انجام میدم چون دیگه خودتون کامل این رو میدونید اما چرا دارم الان دوباره نصبش میکنم چون یک سری تغییراتی داشته چه تغییراتی؟ قبلا ما میومدیم پورت و یوزر پسورد و اینها رو خودمون انتخاب میکردیم اما از اونجایی که یک سری حالا افراد مخصوصا کسایی که تازه اومدن توی این کار میومدن یوزر نیم پسوردو، ادمین ادمین میذاشتند و از اینجور چیزها خب این باعث میشد که امنیت پنلشون خیلی بیاد پایین و باعث هک شدن پنلشون بشه پس اومدن توی آپدیت جدید اینها رو یه کاری کردن که اتوماتیک خودش جنریت کنه درست کنه اینجا وای رو میزنی اگر نو رو بزنی پورت هم خودش خودکار بهت میده وای رو میزنیم که پورت رو خودمون بسازیم خب اینجا ازمون میپرسه پورت رو وارد کن هر چیزی که دوست دارید میتونید بزنید من میزنم 20000 خب یه کمی که برید بالاتر اینجا میبینید که خودش یه دونه یوزر پسورد برای من ساخته یه دونه وب بیس برام ساخته آدرس ورود به پنلم من الان این رو اگر بیام کپی کنم و توی مرورگر باز کنم میبینید که با این آدرس به راحتی پنل رو برای من بالا میاره اما چطور بیایم SSH پورت فورواردینگ رو فعال کنیم توی همین ترمینال میزنید x ui و اینتر رو وارد میکنید تا وارد منوی XUI بشید همونطور که میبینید شماره 22 SSH پورت فورواردینگ اینجا اضافه شده دوستان توجه داشته باشید که کلا وقتی که پنل نصب میکنید اگر از دامنه یا ساب دامنه دارید استفاده میکنید حتما بیایید از گزینه 18 هم استفاده کنید برای گرفتن سرتیفیکیت که امنیت رو بازم ببره بالاتر این کار رو حتما انجام بدید ویدیوش هم قبلا ساختم خب من میام شماره 22 رو اینجا تایپ میکنم و اینتر رو میزنم اینجا به هم میگه که فعال نیست میخوای فعالش کنی گزینه یک برای فعال کردنشه گزینه دو هم برای حذف کردنش من گزینه یک رو میزنم اینتر اینجا دو تا سوال ازم میپرسه میگه میخوای آی پی رو خودت تعیین کنی یا خودم تعیین کنم بهترین حالتش به نظر من همون شماره یک هست که میذاریمش روی لوکال هاست باشه گزینه یک رو من میزنم اینتر به همین راحتی خودش اومد برای من اینها رو ساخت یه دونه این رو برام ساخت و یه دونه کی هم برام ساخت که میتونیم ازش استفاده کنیم اما به محض اینکه شما این رو فعال میکنید اگر من الان بیام اینجا ریفرش بزنم میبینید که دیگه پنل برای من در دسترس نیست پس من باید چطور وارد پنل بشم و دسترسی پیدا کنم به پنل کافیه که بیاید توی ویندوز CMD رو باز کنید توی این CMD که باز کردید این آدرس اول رو کپی کنید من میگیرمش تا کپی بشه و اون رو اینجا با کنترل V قرار میدم و اینتر رو میزنم اینجا از ما پسورد رو میخواد که پسورد ورود به سرورمون رو باید اینجا وارد کنیم حالا اگر به هر دلیلی پسورد رو شما وارد کردید و اینجا به ارور داد کافیه که برید پسورد ورود به سرورتون رو تغییر بدید خب من پسوردم رو میزنم و اینتر به همین راحتی وارد میشم خب تا زمانی که این CMD ویندوز بازه من میتونم بیام با استفاده از این آدرسی که اینجا برام گذاشته شده ورود کنم به سرور ببینید الان این برای من بالا نمیاد پس من باید اون آدرسی که کپی کردم یعنی HTTP لوکال هاست این پورت و این آدرس اینتر رو بزنم تا با این بیام وارد پنلم بشم و دسترسی پیدا کنم به پنل XUI هم. به همین راحتی ما الان تونستیم دسترسی پیدا کنیم از طریق SSH پورت فورواردینگ و اگر شما بیایید این رو ببندید این هم دیگه برای شما باز نمیشه و کار نمیکنه و باید بیایید دوباره این رو توی CMD ویندوز کپی کنید پسورد رو بزنید و بیایید با استفاده از این آدرسی که اینجا بهتون میده دسترسی پیدا کنید به پنل XUI خودتون. به همین راحتی هیچ کار دیگه هم نیازی نیست که انجام بدید. امیدوارم که این ویدیو رو, دو... که این ویدیو رو دوست داشته باشید. اگر سؤالی دارید حتما برام کامنت بذارید. موفق و پیروز باشید.